آقای رضادت خیلی خوش آمدید به برنامه اعتماد آنلاین. سلامت ما طبق معمول یک ابتدا از مهمان برنامه میخوایم که یک سلام به بینندگان عزیز بکنه تا مشهور کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت بینندگان عزیز، شما دوستان همکاران سلام عرض میکنم. آقای رضادت، ما خیلی با شما حرف داریم، اما میخوایم دو قسمت کنیم مصاحبه رو. یعنی من دیشب داشتم فکر میکردم یک قسمت راجع به جشنواره بریم که الان نزدیک جشنواره ایم، یه قسمتی راجع به خود آقای رضادت بریم. یعنی در واقع آقای رضادت تلویزیون و آقای رضادت و فعالیت‌هایی که کرده، اما الان اولویت رو داریم میدیم به جشنواره، که با جشنواره شروع کنیم، که چون در واقع فکر میکنم که جشنواره نزدیک 12 بهمن جشنواره است، 42 جشنواره است، و شما یکی از مدیران خوب، دبیران خوب جشنواره بودید در دوره‌های مختلف و گذار دوره‌های تاریخی هم دست شما افتاده. من اولین سوالی که می‌خوام از شما بکنم آقای رضادت اینه که هویت جشنواره فجر رو چگونه میشه تعریف کرد؟ هر جشنواره یک تعریف داره. من دیشب داشتم لیست کارگردان‌ها رو داشتم نگاه می‌کردم که تو دوره‌های مختلف از 1362 که دومین جشنواره بوده جایزه دادن، تو همین 401 که باشی آهنگر گرفته. اگه دو تا سه تا کارگردان رو، حالا نمیخوام اسم ببرم، که بذاریم از این جمع بذاریم کنار، همه کارگردانایی که گرفتن کارگردان سینمای مستقل بودن، کارگردانی بودن که تفکر روشنفکری هم داشتن. یعنی در واقع ما این کارگردان رو نگاه، حتی ما در قسمت سناریو هم یه بخشی اگه نگاه کنیم، خیلی کارگردانای جایزه گرفتن که مثلا شهبازی نفس عمیق گرفته، مثلا خیلی ها گرفتن، یا بیزایی در سگ‌کشی گرفته. یعنی یه جوری به نظر میرسه سالیان متماده که شما هم دبیر بودید، آقای بهشتی هم دبیر بوده، دبیرات این تفکر داشتن که این جشنواره سینمای فیلم‌های متفکره که حالا ما میتونیم بهش بگیم سینمای روشنفکری. این تعریف اینو میخوام از شما به دست بیارم که آیا شما که دوره 22، 23، 24، 25 دبیر بودید و دوره 32 و 33 دبیر بودید و نسبتاً از خیلی ها بیشتر بودید، این در واقع اگر ما آقای بهشتی رو بذاریم کنار، بعد شما این آقای داد دیگه، بنابراین بقیه همه یک دوره و دو دوره هم دیگه. بنابراین میخوام اول این تعریف جشنواره رو به دست بگیریم. خب حالا اجازه بدین، چون در آستانه به قول شما جشنواره فجری، من خود این ایام رو به دست‌اندرکاران فرهنگ، هنر و به خصوص سینما تبریک بگم و به بینندگانم همینطور، چرا که جشنواره فجر به حال یه جوری لااقل نماد رویداد دهه فجره. اگر توی سطح کشور نگاه بکنیم، اون چیزی که بیش از همه دهه فجر رو به یاد همه میاره به نظرم سینما و جشنواره فجره. لااقل در 30 گذشته فکر کنم هیچ رویدادی در کشور به اندازه سینما احیا نکرده یا زنده نگه نداشته نام دهه فجر رو، و از این بابت خب یه فرصت خیلی خوبی بوده برای سینما، به خصوص سطح ارتباط سینما با مردم هم توی این ایام خیلی گسترش پیدا میکنه و از این طریق با همه خانواده ها گسترش پیدا میکنه. حدود 2 میلیون مثلا اگر بگیم جشنواره فجر توی این سالها بیننده داشته یا میتونه داشته باشه، به هر حال این 2 میلیون نشان دهنده این است که یه اتفاق خیلی مهم توی کشور و به تناسبش تو سینما داره میفته که جای توجه داره. این تحلیلی که شما فرمودید برای خود منم تحلیل جذاب و یه خودم جدیدی است، از این بابت که به هر حال نوع فیلم هایی که تو جشنواره ها و جشنواره فجر هم نوع فیلم هایی که انتخاب میشه یه خورده وجوه هنریش وجوه برجسته تری است یا وجوه مضمونیش هم وجوه متفاوت تری است، کاملا درسته. یعنی
مرور که بکنیم میبینیم که معمولا فیلم های از یک سطح بالاتر توی ساخته شده توی یه سینما میاد تو جشنواره، ولی یه مقدار هم شاید مربوط به ذات سینمای ایران بعد از انقلابه. به هر حال بعد از انقلاب سینمای ایران با یه شکل و شمایل متفاوتی شروع شد، رشد کرد و به بالندگی رسید و شاید این هم بی تأثیر نیست که توی این اتفاقی که افتاده که اونچه که توی جشنواره فجر اتفاق میفته شاید وجوه فکریش یا وجوه تفکریش بر وجوه عامه پسندش غلبه داشته باشه، که حالا شما ازش به عنوان سینمای روشنفکری تعبیر کردید، ولی توی دورهای مختلف هم به نظرم نبوده فیلمی که جنبه مردمی داشته باشه یا مورد استقبال مردم بتونه واقع بشه و از اون استانداردهای کیفی برخوردار باشه و توی جشنواره فجر دیده نشه یا مورد توجه قرار نگیره. لذا به نظرم میاد که من همیشه تعبیر خودم این است که جشنواره فجر یه جوری آینه قابل دفاع سینمای ایرانه، چون سینمای ایران ممکنه دو بخش داشته باشه، یه بخشی که سینمای معمولیه و وجه برگزیده‌ای فیلم نداره که بشه ازش خیلی دفاع کرد یا خیلی به نمایشش گذاشت، که اینا ممکنه تو اکران هم اتفاقا مورد استقبال واقع بشه، ولی حرفی برای گفتن فیلم‌ها ممکنه نداشته باشن. ولی فیلم‌هایی که حرفی برای گفتن دارن، جشنواره فجر سعی کرده که آینه اونجور فیلم‌ها باشه. کاملا درسته، ولی یک نکته رو بگم، جشنواره‌ها در تمام دنیا وصله به سینمای متفکر اون کشوری که هست. حتی جشنواره فیلم تهران هم که سال 51 راه افتاد، در واقع وقتی که سینمای روشنفکری ایران هویت پیدا کرده بود بعد از گاو راه افتاد، و در واقع تو همین جشنواره هم بود که بیضایی برای رگبار جایزه گرفت و در واقع سهراب شهید ثالث برای یک اتفاق ساده جایزه گرفت، کیمیابی برای مغول‌ها جایزه گرفت و فرمانارا برای در واقع همون شازده احتجاب مسابقه و آقای بهروز وثوقی برای گوسنا. ببین نکته اینجاست که این ما وقتی وارد جشنواره پس از انقلاب هم شدیم، آقای رضا نمیدونم سال 61 کجا بودی؟ تلویزیون بودم. تلویزیون بودی. جشنواره یک رو رفتی؟ از اولین دوره جشنواره مشتری جشنواره بودم. آره. سه فیلم بسیار شاخص، خط قرمز، مرگ یزدگرد. بله، مرگ یزدگرد. مرگ یزدگرد و در واقع حاجی واشنگتن با دو فیلم دیگه تو این. من اون شب اون جشنواره قیامت بود. شبی که خط قرمز نمایش داده میشد، یعنی 17 بهمن، 21 بهمن مرگ یزدگرد نمایش داده میشد و 14 بهمن در واقع فیلم حاجی واشنگتن نمایش قیامت بود. یعنی اولین جشنواره‌ای که در ایران راه افتاد با سینمای روشنفکری راه افتاد. یعنی دو تا فیلم دیگه هم بود، سفیر و فیلم آقای مرحوم رضا میرلوهی هم بود، و این نکته، این سه فیلم به شدت استقبال شد. درسته که جایزه ندادن به بخش حرفه‌ای و نتونستن جایزه بدن، که من دلم میخواد بدونم این فشارهایی که وجود داره در واقع شما چقدر در مطلع بودین از این فشارهایی که از جشنواره اول نتونستن جایزه بدن. اطلاع داشتی اصلا اون موقع؟ ارتباط داشتی؟ ما به اعتبار حضورمون تو گروه کودک یه ارتباطی با جشنواره داشتیم، یعنی اگه فیلم داشتیم میفرستادیم. دو تا فیلم مال شما بود دیگه، مرگ یزدگرد و حاجی واشنگتن، مال تلویزیون بود. مال تلویزیون بود ولی مال گروه کودک نبود. مال گروه. ولی ببینید، جهتش این بود که دوره‌های اول جشنواره فیلم فجر آدم‌های شناخته شده است، لااقل آدم‌هایی بودن که یه کارنامه به تعبیر شما متفکر پیش از انقلاب داشتن، هم مرحوم حاتمی هم آقای بیضایی، اینا بالاخره کارگردان‌های شناخته شده‌ای بودند، یعنی اون 5-6 تا کارگردانی بودند که از قبل از انقلاب آمده بودند و بعد از انقلاب هم کار کرده بودند و حالا دیگه یه خود برای جریان فکری علاقمند به جشنواره شناخته شده بودند. به نظرم این توی این کانسپت هم قابل تحلیله که به هر حال کارگردانانی که از قبل از انقلاب شاید ریشه جریان روشنفکری یا ریشه جریان سینمای بعد از انقلاب، شاید توی این کارگردانانی بود که قبل از انقلاب هم
تو این جریان فیلمساز بودن. یه خورده این انتقال هم میتونه در این استقبال از این فیلم ها مؤثر باشه. تو دهه 60 ارتباط داشتی با جشنواره؟ از فکر کنم 65 به بعد که ما یه چند تا فیلم داشتیم، از اون سالها بیشتر ارتباط برقرار کردم. کلید مال شما بود؟ کلید نه، مال کانونه فکر میکنم. مال کانون کلید داره. بله، چون جشنواره پنجم که میگی مهمترین جشنواره ماست به دلیل ترکیب فیلمسازان جدید، نسل بله. جدید و فیلمسازان نسل قدیمی تر بله. با یعنی در واقع مرجی اجاره نشینا رو داره و کیارستمی در واقع خانه دوست کجاست رو داره و در واقع رفیقمون آقای در واقع کیانو شیعی شبای کجدوم رو داره، همه هستن و آقای نجفی در واقع گزارش قتل رو داره. یعنی جشنواره ای که ما اولین جشنواره ای که ما نسل جدید و نسل قدیمی تر کنار هم میبینیم، البته که همشون هستن و با یک جشنواره تقریبا روشن فکری رو برویم. من از همینجا میگم جشنواره مرزبند یعنی مسیرش عوض میشه. تو دهه 60 چقدر ارتباط داشتی با آقای بهشتی و آدمایی که اونجا بودن؟ زیاد نه، ما به اعتبار اینکه آقای بهشتی قبلش تلویزیون بودن و آقای انوار همزمان یه مدتی تلویزیون هم بودن، به اون ارتباط داشتیم، ولی در ساختار جشنواره نه. بعضی از جلسات تو ارشاد یا توی فارابی اگر دعوت می شدیم یا تو بعضی از شوراها حضور داشتیم، ولی سازمانی یافته خیر اصلا نه. یعنی اطلاع نداری که چرا مثلا جشنواره چهارم به بازیگر زن جایزه ندادن؟ من بیشترین ارتباطم ساختاری با جشنواره از دوره‌ای گسترش پیدا کرد که سیمافیلم بودن. توی سیمافیلم یه جریانی رو آقای حیدریان راه انداختن با استفاده از وام تبصره 3 که یه مدتی توی ارشاد این وام داده میشد. آقای لاریجانی که آمده بودن تلویزیون رفته بودن یه منابعی رو از تبصره 3 برای تلویزیون جذب کرده بودن. توی تلویزیون اون دوره‌ای که آقای فریدزاده دبیر جشنواره بودن، فکر میکنم مثلا از 40 تا فیلم شاید 20 تاش فیلمایی بود که با کمک سیمافیلم ساخته شده بود. فریدزاده منظورت 73 دیگه. سالش الان دقیق یادم نیست، بله ولی 73 74 74 میشه که آقای زرقامیه با همون 73 ببینید 73 و 74 اوج فعالیت سینمایی سیمافیلمه. یعنی ما با استفاده از وام تبصره مثلا لیلی با من است توی این ساختار ساخته شد. بله 74. دو تا فیلم ملاقلی پور، هم نجات یافتگان، هم اون یکی فیلم دیگه سفر به چذبه تو این ساختار ساخته شد. یعنی استفاده از ظرفیتی که وام تبصره 3 توی سیمافیلم ایجاد کرده بود و وامی که به فیلمسازا داده میشد و حقوق نمایش تلویزیونیش در ازای اون وام در اختیار تلویزیون قرار میگیره. بوی پیرانه یوس نه ببخشید برج مینو، هم برج مینو بله اینا مثلا توی این ساختار. از اون زمان دیگه ما ارتباطمون یه خود ساختاری شد، چون یا شریک بعضی از فیلم ها بودیم یا مادر که بعضی از فیلم ها بودیم و دیگه به عنوان مثلا نماینده سیما فیلم، به عنوان مثلا تولدی یک پروانه توی اون سال ها متعلق به خود سیما فیلم. توی اون سال ها من ارتباطم با جشنواره خود ارتباط ساختاری تری شد دیگه. از کی رضاداد به عنوان فرا خوانده شد که مشورت بده برای جشنواره نه دبیر بشه؟ از اون زمانی که آقای ایدریان رفتن دوباره، یعنی از تلویزیون برگشتن رفتن شدن معاون سینمایی، فکر کنم 81 81 بله. بعد از رفتن آقای سپولادان، بعد از رفتن دوره آقای عسکرپور که آقای حیدریان قبل از جشنواره آمدن معاون سینمایی شدن. آقای عسکرپور جشنواره 80-81 بود. آقای 81ش من یه خود بیشتر درگیر رویداد جشنواره شدم که بعد دیگه آمدم فارابی 82 که دبیر شدی. بعد اومدی فارابی دبیر شدی. یعنی اون تغییراتی که رخ داد آقای رضا داد، اگر بخوای در مقطع تاریخی الان تحلیل کنی، رفتنی که
آقای حیدریان آمد، فشارهای بیرونی بود یا نه؟ عمده ترینش کسالت آقای پزشک بود. آها، یعنی بریزی آقای بود. بله، آقای پزشک بعد آقای سیف‌الله داد اومد. بله، آقای پزشک بعد آقای داد آمدن، ولی خب کسالتشون اجازه نداد که بتونن ادامه بدن، که آقای مسجد جامعی آمدن با آقای حیدریان صحبت کردن و آقای حیدریان که شبکه جامع جمع بود و تلویزیون بود، برگشت دوباره به معاملت سینمایی دیگه. نه، میخوام بینم فشارهایی روی جشنواره‌های قبل تر 78 79 نبود که تغییرات رو ایجاد کنه. فکر یادت نمیاد؟ نه فکر نمیکنم. چون مثلا آقای فمونارا بیشترین جوایز رو در جشنواره 78 گرفت دیگه، یعنی در واقع جشنواره 78. ببینید، بخشی از فشارها همیشه روی فعالیت‌های فرهنگی بوده، خیلی هم مهم به دوره‌هاش ربطی نداره، ولی در تغییر مدیریت ها فکر نمی کنم. من تحلیل دقیقی برای این تغییر مدیریت ها اومدن تو به جشنواره مصادف شد با تصمیمی که آقای عسکرپور گرفته بود برای حذف یک سری جوایز. تو که برگشتی، بله، جوایز رو برگردوندی. بله، یعنی در واقع اونا جوایز رو کم کرده بودن. بله، و شما جوایز صدا و فیلم برداری و همه چیزا رو برگردوندی. علتش چی بود؟ علت حذفش و علت برگشت شما برگردید؟ ببینید، من چون توی تلویزیون اون سالهای آخر مدیر کل تولید تلویزیون بودم، تقریبا یه بخش زیادی از فعالان حوزه فنی هنری سینما هم قاطبهشون بچه های تلویزیون بودن، از فیلم بردار، صدا بردار و اینجور مشاغل. توی تلویزیون احساس میکردم که چقدر جشنواره فجر در رشد این بخش صنعتی سینما موثره، و همون سال هم که این جوایز حذف شد، فقط یه سال اجرا شد 80-21. بله، چون 20 که جشنواره با همش بود. بله بله، فقط 21. همون سال هم که این اتفاق افتاد، من تو تلویزیون حسرت میخوردم برای حذف این جوایز. وقتی آمدم فارابی و دوره دبیر جشنواره شدم و مقدمات برگزاری جشنواره دوره بعد رو داشتیم فراهم می‌کردیم، یه پرسش اساسی این بود که این حذف آیا به نفع سینمای ایرانه یا اینکه به ضرر سینمای ایرانه. خب بحث این بود که حالا چون جشن خانه سینما هست، این جوایز میتونه اونجا، چون بخش صنعتی سینما ایران که کسی انکار نمیکنه بخش بسیار مهمیه. بله، و بعد از انقلاب اتفاقا این بحث صنعتی رشد کرد، خیلی رشد کرده. یعنی نباید بگیم رشد کرد، باید بگیم خیلی نسبت به بخش تألیفی رشد کرده. خب من تحلیلم این بود که اگر این جوایز حذف بشه، این رشد متوقف میشه، چون بچه‌هایی که توی جشنواره فجر خودشونو دارن میبینن و اصلا در معرض نقد و ارزیابی قرار میگیرن، با جشن خانه سینما خیلی متفاوته. اونجا یه جایزه ای داده میشه که حالا سالهای بعدم این نظر رو تایید کرد که چقدر جشن خانه سینما توی دست اندازهای مختلف افتاد و به چالش های مختلف، یه سال بعد چند سال برگزار نشده تا الان. به هر حال من تصورم این بود، و این تصور رو وقتی که با دست اندازکاران هم در میان گذاشتم، دیدم اون دوره ای که تجربه شده، اون دوره تجربه خیلی موثری نشده. یعنی تقریبا قاطبه دست اندرکاران همشون اتفاق نظر داشتن که این حذف به سینمای ایران، به رشد سینمای ایران، به خصوص بخش صنعتیش کمک نمیکنه.